در مورد کمربند بیس مخصوص دسک کمر، درد لگن، درد باسن و مو، دردهای مزمن کمر، قسمت پایینی که گاه گاه و پای چپتان هم میزنن، سوالات زیاد پرسیده شده در کامنت ها. من خواستم که یک ویدیو تهیه بکنم و بعضی از سوالات بسیار مهمه اینجا با هم در مورد صحبت بکنیم و جوابایش بدیم. پس خواهشان ویدیو را تا آخر ببینین و هر دوست دارم که این سوال را میپرسه و نیاز داره اطلاعات بگیره برش بفرستن ویدیو را. سوال اول ای است که کمربند را دقیقا کجا ببندیم؟ دوستا، پوشیدن اشتباهی کمربند بیستویز مزایای کمی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل بسیار مهم است که به نحو پوشیدن آن توجه کنید. کمربند بیستویز را باید روی باسن، یعنی زیر کمر، قسمت پایینی ببندید. البته طریقه استفادهش در خود کمربندها هم عکس با عکس برتان فرستاده شده و در ویدیوهای زیاد من طریقه بستن کمربند در ویدیو گذاشتم. یک نکته را باید در نظر بگیریم، یک نکته بسیار کوچک در مورد نحوی بستن کمربند بیست ویز آورده شده است. میگه یک پا را بلند کنید و محل چینی پای جلو را پیدا کنید، بعد لبه پایینی کمربند را با آن چین تراز کنید. یعنی چی؟ بگذارید من این را عملی برتان کار انجام بدم. کمربند بیست ویز است، البته برای سایز متوسط شمس کنید. شما این کمربند بیس فیز است، درست؟ این را باز کنین، این را براتون توضیح بدم، بعضی ها نمیفهمن. شما ببینین، یک پایتان را بلند کنین، بذارم یک چوکی را بیارم اینجا، شما ببینین، این پای بلند شد، اوکی؟ حالا، اینجا سعی کنین، میگه یک پا را بلند کنین، یک نقطه اینجا، یک پا را بلند کنین، درست؟ ما یک پا را بلند کردیم. و محل چینی پای جلو را، این پایی که پیش مانده، محل چینش، اینجا چین خورده، درست؟ پیدا کنید، یعنی ما محل پیدا کردیم. حالا لبی پایینی کمربند را با آن چین تراز کنید، برابر از زمین. همه جایی که چین خورده، لبی قسمت پایینی کمر، مثلا این لبی پایینی شد، لبی بالایی شد، درست؟ به این شکل که شما میچرخانید، ببینید مثلا، حالا درست؟ به این شکل وقتی پایینش وسته کردید، شما خوب ببینید، من این را پایین کردم، لبی پایینی با اینی چین برابر شد. اولی بسیار راحت به شکل بسته میشن، درست؟ بذارو میرکنیم کامرا پایین کنم، به شکل بسته میشه، درست؟ این حالت نرمال است که شما این کمربند میپوشین، حالت نرمال، هیچ درد نداره. این دیگه زیاد زور نزنین، خواهشم کش ندین. این سایز متوسطش است تا کسایی که 80 کیلو باشه باشن میشه. پایینش به شکل بسته کردین. حالا با این راحت هستین، شما میشینین، میخیزین، هر کاری کردن میتونین، نرمال اتان روش میتونین بخوابین، در روند روزمره‌تون قرار میگیرن. اما اصل موضوع اینجاست دوستا، وقتی که قدم میزنین، وقتی که بیرون میرین، وقتی که نمیفهمم ورزش میکنین، وقتی که در چروکی زیاد میشینین، جاهایی که خلاصه روی کمرتون فشار میارین. حالا این دو لبره از اینجا بگیرین دوستا، از اینجا بگیرین، به این شکل کش کنین تا هر جایی که درد تقسیم میکنه. به این شکل شما این رو بمانید اینجا، از عقب اینجا، از جلم، شما یک کمربند دارید، به شکل بسته کنید، ازش استفاده بکنید. دیگه هم میتونید سخت‌ترش کنید تا اینجا امکاناتش هست، اوکی؟ این به شکل. و هر وقتی را باز میکنید، بسته میکنید دوست عزیز، احتیاط کنید دیگه. مثل لباس از بعضی هایی را در یک هفته خراب میکنه، بعضی ها در یک ماه خراب میکنه، بعضی ها در دو ماه، بعضی ها در سه ماه، بعضی ها در شش ماه. ما فردی داشتیم که واقعا این را تانسته یک سال هم ازش استفاده بکنه. مثل لباس هست، یک نفر واقعا شاید بزنه که یک لباس در یک هفته دو هفته خراب کنه، اما ما اکثریت کسا واقعا این را تانسته تا سه ماه، شش ماه، یک سال استفاده کنه. و به جای از اینکه واقعا فیزیوتراپی برین، به جای از اینکه واقعا شما به اصطلاح دوا و مسکن و پیچکاری مینا استفاده بکنین، خب این خیلی خوبه دیگه. وقتی بازش میکنین، خواهشن اینی رو دیگه کج و پلیج این رقمی نمدازین در جایی در سر تخت، در جایی در بسار منظم بانین و این طرف شما به میشکل بسار منظم بانین، این در بین کالا و هر جایی نمدازین که خراب شوه. چسب خواهش دیگه حفاظت کنین دوست، اگه در این کالا بچسبه و خاک بچسبه و یکان مسائل بیفته، چسبش خراب میشه. اما اگر نگهداری بکنین، وقتی بیشتر کار میتن و میتونین ازش بیشتر و خوبتر استفاده بکنین. پس این را در نظر بگیرین دوستان عزیز، طریقه استفادهش، لبه پایینش هم با چینی پای چپتان هم، یکی از پایتان هم بلند کنین، چین هم پیدا بکنین،
لبه را به او برابر بکنید، در اونو قسمتی را بسته کنید، بالا و پایین جای مختلف بسته نکنید و سایزش هم کوشش کنید سایز برابرتون بگیرین. هر دقم سایز کلان را نگیرین که بگوین والله سایز کلانش خیلی خوبش است، شاید خورد کلان شما. نه، تا 85-90 کیلو این سایز میآید، فت باشه خیلی خوب است. او سایز دیگه باز مثلا اون سایز بزرگش بسیار میچرخه، باز این کشکاش باز درست محکم نمیگیره کمرتانه. پس اینو در نظر بگیرین. یکی از سوالاتی که خیلی پرسیده میشد و من خواستم اینو در این ویدیو جواب بدم و یک سوال دیگر هم به ادامهش پاسخ میتم. بعد اگر دیدم که ویدیو زیادتر شد در قسمت‌های بعدی سوالای بعدی. سوال بعدی که خیلی پرسیده شده ای که چقدر باید آن را محکم ببندم؟ جواب: بستن کمربند نباید باعث افزایش درد یا علائم دیگر شود، بلکه باید به شما کمک کنه هنگام بستن آن احساس بهتری داشته باشید. همچنین پوشیدن تنگتر به این معنی نیست که بهتر عمل میکنه، بسیار تنگش هم نکنید، باید محکم باشه اما نه خیلی سفت، خیلی محکم. باید بتوانید انگشتان خود را بین کمربند و باسن قرار دهید. متوجه شدین؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا این کمربند را بسته میکنین، خوب سعی کنین، اوکی؟ مثلا این کمربند است، درست؟ بذار یک بار این تنگ را باز بسته کنید براتون، سرانی. یعنی مثلا شما باید بتوانید انگشتان اینجا داخل کنین، میبین؟ انگشت باید داخل شود، زیاد محکم، زیاد سخت نشه. اینا در نظر بگیرید. و موضوع دیگه ای که به ادامه ازی میگه اگر کمربند شما آویزان است یا اگر چروکی در موارد پیدا کردید، در مواد پیدا کردن جایش کنج چروک شد، جمع شد، به این معنی است که یا کشش زیادی روی تسمه های قابل تنظیم داره، یا قبل از سفت کردن تسمه های قابل تنظیم کشش کافی روی کمربند ندارید، میتونید کمربند را هم زیر لباس هایتون ببندید یا روی آنها. به هر دو صورت این کار میکنه و نتیجه میبینه. زیاد هم سست هم نباشه. بعضی وقتا این را زیاد سست اعلام میکنین، این را زیاد کش میکنین. بعضی وقتا شما این را زیاد سست میمانین، مثلا این را اگه اینطوری بانین بسیار سست باشن، شما ببینین اینجا چین پیدا میکنه. اینجا چین پیدا میکنه. این شکل نباید باشه دوستا. فت باید باشه. و این شکل سر فت کشش کنین پایینش تا جایی کش نکنین. بعضی وقتا این رو باید زیاد کش میکنن، این رو زیاد کش نکنین، این رو باید برابر نرمال. بعد این رو دیگه هم حالا دیگه ببینین چهار طرف مساویس، هیچ کششی فت دیگه پیدا نکرده. فکر کنم در این ویدیو همین دو تا سوال کافی باشن. سوالای بعدی را در ویدیوهای بعدی، در قسمت بعدی براتون انشالله سوالاتتون مطرح میکنم و جوابایتون براتون ارائه میکنم. ممنون که گوش کردین. لطفاً این ویدیو رو سیو کنین، ذخیره کنین، به دردتون میخوره و به دیگران ارسالش کنین.